سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 26 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اظهارات کمیته امنیت ملی در رابطه با حادثه یزدگلوم، دو تروریست کشته شد و 4 کس دیگر فرار کردند. لاتوکوب نابالغ از سوی کمیسار حربی در 5 بازداشت سردار کمندتوره یکم واروخ پدپلکونیک لازوریف در رابطه با ویدیو لاتوکوب بهرامونه سربازان. بازداشت سید مراد سیدوف خواهرزاده یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. جسد یک نابالغ را بعد 3 روز از کانال کلان ایسور پیدا کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. سید عمر سیدوف ساکن 31 ساله نوی کوشانیان و خواهرزاده شمسدین سیدوف یکی از رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان روز 8 اپریل سال 2023 بازداشت شده است و فعلا در سزای یا بازداشتگاه شهر بختر نگاه داشته می شود. در این باره خود شمسدین سیدوف در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. او گفت برادرزاده‌اش را برای با او ارتباط داشتنش دستگیر کردند. شمسدین سیدوف این ادعای مقامات را رد میکند و میگوید که خویشاوندانش از ترس تعقیب مقامات با او یگان رابطه ندارند. با گفته او پس از بازداشت سید امیر کارمندان شعبه میلیتای نویه حسین زاده سفر و قربان زاده بوریخان به یگان اجازت رسمی خانه زیست خواهرم را کفتکوب نموده تلفن ها و پاسپورت های مادر و پسر را با خود بردند. سید امیر سیدوف اویلادور و منتظر تولد طفل نخستینش بوده است. در ماه ینوار سال 2023 مقامات آلمان عبدالله شمسدین پسر 32 ساله شمسدین سیدوف و داماد خواهر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را به تاجیکستان اخراج کردند. در پایان ماه مارس دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه عبدالله شمسدین را با جرم همکاری با سازمان ممنوع و گذاشتن لایک در زیر ویدیوهای رهبران مخالفین به 7 سال زندان محکوم کرد. در آلمان با طلب رهایی عبدالله شمسدین از جانب مخالفین تاجیک و گروه از ساکنان محلی یک سلسله اعتراضات دایر شده، چند سازمان حامی حقوق از جمله اوف بین المللی نیز از مقامات تاجیکستان آزادی او را طلب کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون حکم این فرزند یکی از رهبران مخالفین را رسما یگان بار شرح ندادند. اظهارات مرکز رابطه های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان صبح 26 اپریل سال روان دو عضو تشکیلات بین المللی تروریستی با مقصد انجام دادن عمل تروریستی در جمهوری تاجیکستان خط سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را در منطقه محافظتی دیدبانگاه سرحدی 11 اتریاد سرحدی درواز واقع در دهه دشت یزدگلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور غیر قانونی عبور نمودند. در نتیجه گذراندن عملیات مشترک ضد تروریستی مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان تروریستان نابود کرده شدند. در جای حادثه 2 افتمات کلاشنکوف، 2 تپانچه استحصال خارجی، 8 نارنجک دستی، 12 تیردان، 19 بسته ماده ترکنده، 2 بسته مخصوص علاقه و 2 تلفن موبایلی که به تروریستان تعلق داشت دریافت و مصادره گردید. نسبت به حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز کرده شده، جهت پورا معین نمودن شخصیت تروریستان و دیگر مسلکان جنایتی آنها چاره‌بینی‌های فوری جستجویی و تفتیشی ادامه دارد. ضمن گذراندن عملیات ضد تروریستی، خدمتچیان مقامات حفظ حقوق و ساکنان آسایشته ضرر ندیدند. چنین گفته می شود در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی، طور قبلا خبر دادیم شب 25 به 26 اپریل سال 2023 در قلمرو جماعت یزدگلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مشترک ضد تروریستی به ضد یک اعضای گروه سلاح بدست که از قلمرو افغانستان وارد این منطقه تاجیکستان شدند شروع شده است. این عملیات با جلب نیروهای الفا اومون صبر تحت رهبری سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال شریف نظرزاده تا حال ادامه دارد. یک ساکن یزدگلوم که از جریان این عملیات آگاهی دارد روز 26 اپریل به پایگاه خبری بامداد خبر داد که شب از طرف یک دره در نزدیکی دهه موتراون که از بدون مرکز جماعت یزدگلوم تقریبا 7 کیلومتر دورتر است صدای تیرپرونی به اسم می آمد.
بنابرای اطلاع دریافتی این همصوبت بامداد، در نتیجه این عملیات دو نفر از سلاح بدستان به ضرر گردانیده شدند، ولی چهار تن دیگر فرار کردند. همصوبت بامداد افزود روز عید رمضان از ساحل دریای پنج دو کامیره بالون ماشین، یک سومکه تیر و مقدار مواد ترکنده تراتیل یافتند. از افغانستان توسط همین کامیره ها گذشتند، ولی معلوم نیست که چرا کامیره ها و تیر و تراتیل را در این طرف مرز پرتافتند و رفتند. به معلومات مقامات در عموم گویا 6 نفر سلاح بدست از افغانستان به این طرف گذشتند و 2 نفر تاجیک و 4 تن دیگرش از افغانستان بودند. جستجوی آنها 5 روز دوام کرد و بالاخره شب 25 اپریل پنهانگاهشان را در یک دره در طرف دهه مطرف آشکار کردند و عملیات سر شد. گفتند که 2 کس را کشتند، ولی به 4 نفر دیگر میسر شده است که به طرف کوههای اطراف فرار کنند. عملیات تا حال ادامه دارد و در راه طرف محترم تکنیک حربی و نیروهای ویژه مسلح زیاد دیده می شوند. در عکسهایی که دری از گلان در بین مردم چرخ می زنند و بامداد نیز در اول این مقاله نشرشان کرد، کامیراها و مواد ترکنده تراتیلا در لب دریا یافت شده دیده می شوند. تفصیلات دیگر عملیات هنوز معلوم نیست. مقامات کنون درباره این یگان خبر ندادند، ولی امصوبت بامداد از قبل منابع خود در مقامات گفت که گویا از پنهانگاه آنها پرچم سیاه جماعت انصارالله پیدا شده است و جنگجویان هم در پیشانیشان لطه‌های با نوشته انصارالله داشتند. سازمان تنرو مذهبی جماعت انصارالله که آن را طالبان تاجیکستان هم می‌نامند تقریبا سال 2006 از جانب امردین تبروف، نام یک زاده دهه نورآباد، از حساب جنگاوران سابق اتحاد مخالفین تاجیک که سال 1997 با حکومت را نپذیرفتند تشکیل شد. این گروه سال 2010 از خود با یک حمله مرگ طلبانه به بنای اوباب در خوجند درک داد. مقامات تاجیکستان آشوب‌های مسلحانه سال‌های 2009، 2010 و 2011 در طویل دره و رش را نیز کار دسته انصارالله می‌نامند. سال 2015 اساسگذار انصارالله امردین تبروف در افغانستان کشته شد و رهبری این سازمان را پسرش محمد شریف ملقب به مهدی ارسلان به دست گرفت. مهدی ارسلان و طرفدارانش از طرف جنوب طالبان افغانستان می جنگیدند و بعد به دست طالبان افتادن حکومت افغانستان، بنا به خبرها رژیم طالبان نظارت قسمت‌های از مرز بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان را به گروه انصارالله سپرده بودند. داستانی کل تاجیکستان روز 25 اپریل سال 2023 خبر داد که روز 25 اپریل در رابطه با قضیه لتکوب بی‌رحمانه سربازان نسبت به سردار کمندتور یکم سرحدی واروخ قسم حربی 0215، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پدپلکوونیک لزوریف نوسخت خیزاتوویچ با دسترسی ماده 319 قسم 3 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نام برده نیز به حبس گرفته شد. این بند قانون برای سوء استعمال حاکمیت یا مقام خدمتی از حد وکالت‌های منصبی یا خدمتی برآمدن، اینچنین بی‌فعالی حاکمیت از جانب سردار یا دیگر شخصان منصبدار که به قوه‌های مسلح حقوق یا منفعت‌های قانوناً حفظ شونده، خدمتیان حربی یا دیگر شهروندان ضرر جدی رسانیده باعث عاقبت‌های وزنی شده باشد، همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تعدید میکند. کمندتور یکم واروخ در مرز این جماعت مربوط به شهر اسفره تاجیکستان با قرغزستان جایگیر شده، یکی از دخترین نقطه ها در مرز تاجیکستان و قرغزستان به شمار می رود. داستان کل تاجیکستان شام 24 اپریل سال 2023 در یک واکنش سریع به ویدیو لتکوب بی‌رحمانه سربازان خبر داده بود که 5 سربازی را که هم خدمتان خود را لتکوب کرده بودند پیدا و دستگیر کرده به زدی آنها پرونده جنایتی گشودند. اما نیمه دوم روز 25 اپریل این خبر از سامانه دادستانی کل به طور نوگوانی و بدون کدام شرح و تفسیر پاک کرده شد که سر و صداهای مختلفی را به بار آورد. بعد چند ساعت دادستانی با نشر اطلاعیه جدید از بازداشت پدپلکوونیک لزوریف در رابطه با این قضیه پر سر و صدا که دو روز باز به موضوع رقم یک در سگمنت تاجیکی شبکه های اینترنتی تبدیل یافته است خبر داد. دادستانی کل گفته بود که سنجش دادستانی حربی معین کرده است که حادثه 15 دکمبر سال 2022 خدمتچیان حربی قسم حربی 0215
قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سرژان قاسمزاده جانبک عبدالاحد از روی مسئلیت پیشکی با هم دعوتان خود قطاری ها عظیم و فخر دین بختیاروویچ کمالوف اعظم شریف خانوویچ نوزموف محمد نظر بزرگوویچ و سیفولوی فوجی اکبر حکیموویچ قایده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی را دغلانه ویران نموده برخلاف طلبات های آیین‌نامه انتظامی و آیین‌نامه خدمت داخلی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان عمل کردند. آنها با مقصد نشان دادن برتری خود همخدمتچیانشان سرژانت خرد میسیروف میمونجان سوبون قلوویچ قطاری ها چوریف بگزاد تویروویچ کریمزاده زمیر رستم امیروف نیکروز فیزولویویچ و موسویف انیشر توش بویویچ را مورد لطف کوب جسمانی قرار داده درد جسمانی به سلامتیشان رسانیدند. وابسته به این حدیثه پرکرار حربی گرنزون سوخت 24 اپریل سال 2023 با ماده 373 قسم 2 بندهای ب و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نمود. گمان بر شده ها دستگیر کرده شده تفتیشات پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. بر اساس قسم دوم ماده 373 اکنون به این 5 سرباز بقا همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تعدید میکند. روز 24 اپریل سال 2023 در شبکه های اجتماعی دو ویدیو دهشتبار لطکوب بیرامونه نوازکران از جانب سربازان سابقه دار نشر شد. در نوار دیده می شد که نوازکران بیچاره از اینکه به چنین یک قصابخانه افتادند سخت ترسیدند و یگان نفرش حتی جرأت مقابلت نشان دادن نمی کند. این ویدیو در حال نشر شد که در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به صف قوه های مسلح ادامه دارد. نوارهای نشر شده خشم کاربران را برانگیخته است و بسیاری ها از مقامات جمهوری طلب کردند تا این قصاب ها در لباس سربازی رو پیدا کرده به سخت‌ترین مجازات بکشند. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. نزدیکان یک ساکن نویه 5 ادعا دارند که کمیسار حربی نویه مذکور پسر نابالغشان را لطکوب کرده است. نابالغ در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارد. به گفته نزدیکان لطکوب نابالغ انگاموف سنت در پای ابلاوه از جانب کمیسار حربی نویه 5 رحمانزاده در اتاق کاریش رخ داده است. تقوی جبردیده نعمت‌الله بابازاده در صحبت تلفنی به فراج گفت از دیروز باز در بیمارخانه هستند. جیانم پس از درس در یک نقطه شستشوی نقلیاتی ماشینشویی میکرد. بیگوی 24 اپریل کمیسار حربی نویه 5 رامونزاده فطرت جیان نوبولغم را که سال تولدش 2006 است طریق مجبوری به کمیسارت حربی برده در اتاق کاریش چنون زده است که مینه سرش بجا شده پرده های گوشهایش دریدند. از آن روز تا حال در وزنین خانه قرار دارد. از پراکراتور گرنزون ولایت بیانات های همه اشتراکداران را گرفتند اما اکسپرتیز سودی تا حال شناسبازی کرده خلاصه نداده است. خود کمیسار تا حال یگان مرتبه از اولش خبر نگرفته است. گفت بابازاده سردختور بیمارخانه مرکزی نویه 5 محمدی سمیف در تماس تلفنی وجود چنین بیمار در بیمارخانه را تصدیق رد نکرد اما گفت بیمار وزنین ندارند و تنها از نزدیک میتواند صحبت کند. نظر کمیسار حربی نویه 5 رامونزاده فطرت به شکایت مذکور معلوم نیست. با یک زنگ تلفنی از کمیسار حربی گفتند که از قضیه بخبرند و خود کمیسار به دوشنبه رفته است. ادعای لطکوب شدن نابالغ در نویه 5 از جانب کمیسار حربی در حال است که چند روز قبل نوار تاخیر و لطکوب چند نوازکر در یک قسم حربی در ولایت سوخت به شبکه های اجتماعی رو یافت و جامعه را نگران کرد. مقامات پراکراتور اطلاع دادند که در پی حادثه مذکور 5 سرباز و نوزد لزوریف سردار کمندتور یکم وارخ قسم نظامی وابسته به نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی را بازداشت کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه شب 25 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:10 دقیقه راننده افتماشین تمغه اوپل استرا روزیف نعمت الله سال تولدش 1993 ساکن نایه همدانی هنگام حرکت در روی ساختمانش نتمام خوکی به یگان علامت اشاره کننده رو
از سمت شهر بوختار به سمت نوای دنغره در حدود دهه مهتر جماعت دیوت صفوبخش نوای دنغره در قسمت طرف چپ قفوی بربردار یا پگروشی که تمغه لوگونگ که تحت اداره روننده رئیم اف دلو ورشو سال تولد 1995 ساکن شهر کولوب از سمت دیهه میتر به سمت مرکز نوای دنغره حرکت میکرد برخورد است. در نتیجه مسافر اوپل استرا یادگار و دلو روم سال تولدش 1997 ساکن نوای همدانی جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسید و مسافر دیگری این ماشین روزی حسین سال تولدش 1965 و بایمروت و ملاحت سال تولدش 1966 ساکنان نوای همدانی جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده 1197 تن دیگر مجروح شدند. کمیسیون حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 25 اپریل سال 2023 بعد 3 روز جستجو نجات بخشان این نهاد بالاخره جسد یک نابالغ 13 ساله از دهه آهنگران جماعت دیوت میرزا ترسانزاده شهر ایسار از کانال کلان ایسار پیدا کرده به مقامات دخل دار سپردند. این نابالغ روز 22 اپریل در کانال کلان ایسار غرق شده بود. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده جسد او را 7 کیلومتر پایان‌تر از مکان حادثه پیدا کردند. در هفته جاری در تاجیکستان علکی 4 نابالغ غرق شدند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 23 اپریل سال 2023 در 3 گوشه گوناگون جمهوری نایه‌های ورزاب و یووم و در شهر بوستان مرکز نایه مشچو 3 نابالغ پسر بچه 14 ساله در شهر بوستان، دخترچه 12 ساله در نوای یووان و پسر بچه 13 ساله در ورزوب غرق شدند. این در حالی است که موسم او بازی در جمهوری انوز رسما شروع نشده است. از والدان خواسته شده است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. بنا به آمار کمیسیون حالات فوق‌العاده سال 2022 در تاجیکستان دست کم 160 نفر در کل دریاها غرق شدند. بیش از نصف آنها را کودکان، از جمله 80 نفرشان را نابالغان زیر سن 17 تشکیل می‌دهند. مقامات رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری، ندانستن قاعده های آبوزی و آبوزی در مکان های ممنوع را از سبب های اصلی حادثه های ناخوش در کل دریاهای تاجیکستان می‌نامند. پرونده جنایتی با ماده 120 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 29 ساله ساکن شهر اسفره آغاز کرده شده است. نام برده 24 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 09:00 دقیقه در خانه استقامتیش با سابق همسر شوهرش زن 27 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال نموده با کرد خواجگی او را تهدید کشته نموده است. آید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر این حادثه و سبب مناقشه بین زن یکم و زن دوم ساکن اسفره هنوز معلوم نیست، ولی بر اساس ماده 120 تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی، اگر برای عملی گرداندن این تهدید اساس ترس و حراس موجود باشد، با محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 2 سال جزا داده می شود. در نتیجه گذراندن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن نوای اسپیتامین که سال 2022 با ماده های 245 و 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 22 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:30 دقیقه در حالت مستی از چایخانه باغ فراغتی جماعت شهرک نفکت نوای اسپیتامین 4850 سومونی که به مرد 35 ساله ساکن نوای مذکور تعلق دارد دزدیده، از جای حادثه غیب زده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را
در سامونه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید www.bomdad.com. خوش باشید.